برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها تقدیم شما دوستان می‌شود. و ما شنوندگان و تماشاگران ارجمند رادیو تماشا، سن و شرایط ازدواج در ایران برای دختران و پسران قانوناً متفاوت است و این را بسیاری از حقوقدانان تنها یکی از موارد تبعیض آشکار در قوانین جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می کنند. برخی از این موارد را ماه‌منیر رحیمی طی یک مصاحبه دنباله‌دار با آقای حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی مقیم تورنتو کانادا، در میان گذاشته است که اکنون بخش 20 آن تقدیم می شود و بخش های بعدی شنبه های آینده. آقای رئیسی درباره تبعیض در شرایط و سن قانونی اسلامی ازدواج در مورد دختران ایران توضیح می دهد. دختر در هر سنی که باشه برای اولین ازدواجش الزاماً اون را در حقیقت قانون غیر کامل فرض کرده و گفته وقتی میخواد ازدواج کنه حتما باید پدر رضایت بده و این موضوع خود یک تبعیض دیگری هست مضاعف بر تبعیضاتی که اشاره کردم، مضاعف بر اینکه کودکان دختر در سنین پایین، سنین حتی زیر 13 سالگی در معرض ازدواج قرار میگیرن که اون میتونیم یک برنامه دقیق بهش بپردازیم، تحلیل کنیم که چگونه است که قانونگذار ایرانی مطلقاً ممنوع نمیکنه ازدواج پایین سنین کودکی رو و حتی به پدر یا جد پدری اجازه میده که با رعایت مصلحت طفل اونو به ازدواج در بیارن در زیر سن 13 سالگی یا حتی سن صغیر بودن، یعنی خیلی پایین تر از اون به هر ازدواجی در بیارن. البته قانون اومده قیدهایی بر اون گذاشته، این که با رعایت مصلحت کودک با اجازه دادگاه. این تحولی که در حقیقت در حقوق ایران اخیراً صورت گرفته تنها این بخش رو بیان میکنه که این در حقیقت رفع تبعیض نمیکنه، کماکان بدون هیچ گونه دلیل موجهی، بدون هیچ گونه منطق موجهی بین دختر و پسر قائل به تفکیک و قائل به تبعیض و عدم تساوی شده و منحصر به سن 18 سالگی هم نیست. در هر سنی نسبت به دختری که ابتدا میخواد برای اولین بار به عنوان باکره میخواد ازدواج بکنه این تبعیض روا داشته میشه. اون اجازه دادگاهی که اشاره کردین منظور چه هست؟ یعنی که دادگاه به این تشخیص برسه که دختر بالغ شده و میتونه ازدواج بکنه، یعنی علاوه بر اجازه پدر اجازه دادگاه رو هم میخواد؟ بله، علاوه بر اجازه پدر اجازه دادگاه هم میخواد و در قانون حمایت خانواده جدید براش مجازات قائل شده که اگر کودک دختر به ازدواج داده بشه و اون رضایت گرفته نشه و اون ازدواج منجر به آسیب جسمانی کودک بشه و متاسفانه حتی میبینیم که مرگ کودک هم در اثر اون ازدواج پیشبینی کرده قانونگذار و گفته اگر چنین ازدواجی منجر به مرگ کودک دختر بشه فقط اون مردی که با این کودک صغیر خیلی طفل در حقیقت ازدواج کرده و با اون مقاربت کرده و اون مقاربت منجر به مرگ شده فقط ضامن پرداخت دیه هست، اونم به کی؟ به همون پدری که اون رو در حقیقت فروخته و واگذار کرده به یک مردی که امروز باعث مرگش شده، در حقیقت به اون باید بیاد دیه بپردازه. این تبعیضی است که خیلی آشکار و روشن در قانون ایران و قوانینی که حتی همین سال آخر سال 91 نهایی شده هم، چون قانون حمایت خانواده ایران هم به این موضوع پرداخته و در اسفند سال 1391 در حقیقت نهایی شده، از اول سال 92 هم اجرا شده، این تبعیض در خودش به آشکارا داره. این صدای آمریکا در واشنگتن است.